سلام بر تو ای انگشت ارغوانی، تو که با همت والای خود جان به کف گرفتی اما برگه طلایی خود را در جبهه سرنوشت‌ساز انتخابات انداختی تا فردای نوینی را با دستان خود رقم بزنی. حالا زمان آن است تا حافظان آن جبهه‌های سرنوشت‌ساز همت کنند و از رأی ارزشمند تو حفاظت کنند. همه ما در حساس‌ترین لحظات انتخابات قرار داریم. در این مقطعی حساس با صدای پای ارگ و ارگ نشینان به گوش می رسد، باز بوی نشست ها و دیدارهای پشت پرده به مشام می رسد، باز قرار است عده محدود به جای یک ملت بزرگ تصمیم بگیرند. اما دیگر دیر است و ملت هوشیار. این بار فرد فرد ملت حساب رأی خود را می طلبند و بس. عاشقان قدرت، آیا گاهی از خود پرسیده اید که چرا تنها شما باید سهامداران قدرت در افغانستان باشید؟ آیا پرسیده اید که دیگران هم در این سرزمین و سکوهای بلند آن سهم دارند؟ یا نه، دوست دارید چمدان سیاست، حکومت و قدرت برای همیشه تا زنده هستید در دستان شما باشد؟ 12 سال آیا برایتان کافی نبود که باز می‌خواهید گپ انتخابات و گپ سرنوشت میلیون‌ها انسان را بر روی میزهای شخصی خود و دور از انظار مردم پشت درهای بسته بکشید؟ چرا به چهره‌های نو و نسل نو فرصت نمی‌دهید؟ آیا از خود پرسیده اید؟ اگر قرار بود باز یک دولت بر اساس معامله‌ها و ائتلاف‌ها شکل بگیرد، دیگر چه نیازی به برگزاری این انتخابات بود؟ چرا را میلیون‌ها دلار مصرف کردید و بر اقتصاد شکنند و متزلزل ملت آسیب رساندید؟ چرا ملت بزرگ را در سخت‌ترین شرایط ناامنی و جوی و پای صندوق‌های رأی کشیدید؟ چرا آن پیرزن را که توان در گفتار نداشت ولی بر دوش پسر جوان خود نشست و هر دو خواستند برای فردای بهتر رأی بدهند، زیر تهدید حملات به پای صندوق‌های رأی کشیدید؟ اصلا خواست ملت برای شما اهمیت دارد؟ اگر دارد، آن ملت از شما پاسخ رأی خود را می‌خواهند. اصلا مردم در یک بلا تکلیفی ماندند که در این سرزمین چه جریان دارد؟ یک روز می‌شنویم که حرف از قانون و قانونمداری زده می‌شود، حتی گوش‌ها کر می‌شود از صدای بلند تریبون شما. قانون می‌گوید انتخابات باید بر حسب رأی ملت باشد، نه اینکه شما دل بسوزانید تا بگویید ما تصمیم می‌گیریم. مردم می‌خواهند روند مردم سالاری را تمرین کنند و تمرین کنند. از اینکه در نشست ارگ چی گذشت مردم نمی‌دانند، ولی این را به خوبی می‌دانند که رأیشان یک امانت است و باید از آن حراست و حفاظت شود. گرنه حالا مردم خوب بلد هستند با کسانی که با رأیشان بازی می‌کنند چه کنند. در صورت هر گونه خلافکاری، آن وقت خواهند بود که صدای رأی من چه شد و رأی من کجاست از سراسر کشور بلند خواهد شد. و مردم از نامزدان ریاست جمهوری هم می‌خواهند که به اعتماد مردم صدمه نزنند تا پای جان از رأی مردم دفاع کنند و نگذارند باز یک دولت بر حسب معامله ساخته شود. و از کمیسیون‌های انتخاباتی هم مردم می‌خواهند که بیایند همه چیز را به صراحت به مردم بگویند و تمام پیشوندها و پسوندهای مرتبط به خود را که استقلالیت و شفافیت و بی‌طرفی است در حرف نه در عمل ثابت سازند. حرف آخر، کسانی که به دنبال مهندسی انتخابات هستند و می‌خواهند باز معامله، باز کرسی، باز مصلحت‌گرایی جای رأی ملت را بگیرند، بدانند که این بار ملت همچون کوه با قامت استوار ایستاده و حساب یک یک رأی خود را خواهند زد. سلام و درود به برنامه انتخابات 93 با من عنایت مدرس، خوش آمدید. مبحث را حتما در مقدمه فهمیدید که در ارگ چی گذشت و چی نگذشت. امشب مهمانان محترم در این مبحث با آن پاسخ خواهند داد. و مهمانان امشب آقای طاهر هاشمی استاد دانشگاه، خانم شکریه پارکزی عضو مجلس نمایندگان، آقای قیوم سجادی استاد دانشگاه و آقای زکریا بارکزی نهاد دیدبان دموکراسی افغانستان. مهمان عزیز، همتون به بس بسیار خوش آمدید. خانم بارکزی، به عنوان نماینده مردم افغانستان یا هم یک فعال سیاسی در این سرزمین، آیا خبر هستید که در ارگ چی گذشت؟ تشکر. اول از شما تشکر میکنم به دلیل اینکه آنچه که شما پیش برنامه یا مقدمه خواندین در نهایتش اونمو صدا و خواست مردم افغانستان است که باید پاسخ یابد. برای خودم به عنوان یک شهروند بسیار جای تعجب بود که من دیدم که رئیس جمهور کرزی با دو کاندید پیشتاز در بادو رئیس به محترم کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی با دیگر اراکین دولت نشسته بودند. چند سوال به طور آنی به ذهن من خطور کرد. یک،
مگر مدارا میخواه بکنم؟ میخواه مانع رفتن به انتخابات به دور دو باشم؟ میخواه نقش خود در آینده معلوم کنم؟ یا میخواه به همه نشان بده که خوب در نهایت حکومت بی‌طرف است؟ هر بحث هم رای دو نفر شریک میسازن. سوالی که نتانست پاسخ پیش ما پیدا کنم، چرا رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در او جلسه بود؟ یک، چرا رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی در او جلسه حضور داشت؟ دو، به دلیل از اینکه به شکلی از اشکال بوی معامله، بوی کنار رفتن ها، بوی ائتلاف های دردناک که افغانستان به اصطلاح نماند به ترقی برسه، نماند دموکراسی را ببینه، نگذاشت تا ما حداقل ساختارهای سیاسی کشور بنیادش نهیم و مشام میرسه. و در حقیقت صرف نظر از اینکه این کارها جفای بزرگ در حق مردم افغانستان هست، عقب گرد است از روند دموکراسی. به این معنا که اول رئیس جمهور به عنوان زعیم کشور نباید در امور انتخابات مداخله نماید، یعنی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی خود ملزم و مکلف به گزارش دهی و راپور دهی در برابر رئیس جمهور در قصر ریاست جمهوری در کنار دو کاندید احساس نکنند. اونا خود امانتدار مردم ببینن و از امو طریقی که به ملت گزارش میتن، رئیس جمهورم باعث عضو از این ملت میتونه. آقای نورستانی با همین لفظ سری و آتشین خودشان گفتن که جناب جلالتماب حامد کرزی رئیس جمهور ایشان را دعوت کرده بودن، ایشان هم رفتن حضور پیدا کردن. حالا پاسخ اونها به ملت که به قیمت جان رفتن رأی دادن چه خواهد بود؟ خب اونا پاسخ خود دادن، اما چیزی که ملت توقع داشت و داره و جدا پرسان میکنه، مهندسی سیاسی انتخابات برای ملت غیر قابل قبول است. ما هر کدام ما رأی خود میخواهیم که رأی ما در کجاست. و ارگاه دیگه چند روز بسا فزار قسم جور میکنن که یک نفر به نفع دیگه تیر میشه و یک حکومت ائتلافی جور میشه و اردویشان دو کاندید پیشتاز با هم کنار میان. اینا اصلا به حد در خود غرق هستن که فکر میکنن انتخابات در این مرحله مساوی به دوست دو کاندید پیشتاز. اینا اصلا فراموش میکنن او میلیون ها رای که به پای تایید ازی و یا انتخاب ازی دو کاندید ریخته شده، او اصلا یک بحثی است که اینا نادیده گرفتن. بر ما بگویند در کدام کشور کدام نامزد تانستن نمایندگی از اونمو سرنوشت 2 میلیون 3 میلیون رای داشته باشه که به نمایندگی از او تصمیم بگیره؟ اصلا نه، این ناممکن است. ما چرا بخوایم دو نفره که از لحاظ برنامه برنامه جدا داره، از لحاظ طرز و تفکر و دید سیاسی بسیار یکی از دیگه دور هستن، هرچند دو دوست نزدیک هستن، یک زمان یک جا با هم کار کردن، اما چرا لااقل او دو نفره او دو تیمه بخوایم که یکی کنیم، خلط کنیم؟ چرا؟ بگذارین یکیش دوباره توسط رای مردم تعیین سرنوشت شوه و دیگهش هم باعث یک اپوزیسیون قوی بمانه. بله خانم برگزای، مردم افغانستان این سوال در ذهنشان است، اگر دولت واقعا دل می سوزاند و تصور می کند که رفتن دل سوزی نیست، رفتن به دور دل سوزی نیست. مردم هم می خواهند بفهمند که اگر دل سوز بودی در 12 سال دل می سوختاندی. شما چی فکر می کنین اگر مردم افغانستان رئیس جمهور کرزی بگه که خب شما در جایتان باشین، از خاطر که ما به حال شما دل می سوزانیم، چون در 12 سال شما بودین و آل ما دغدغه و نگرانی کیمیایی و چیمیایی میشه؟ لطفاً بحث دل سوزی نه بر ملت کسی بگویه که کی دلسوز ملت است و نه هم خود اجازه بده که دلسوزی ملت به یک شکل دیگه تعبیر کرده برگ ریاست جمهوری بره. ای اصلا نشست از اینا آل صرف نظر از اینکه چی گفته شده، چی تصمیم گرفته شده، به نتیجه رسیده نرسیده، و فکر میکنم چیزایی بوده که به نتیجه هم نرسیده، در اصل و در پرنسیپ صدمه میرساند تمام روند دموکراسی را در افغانستان. هیچ کس نمیتونه به نمایندگی از ملت تصمیم بگیره. قانون چیزی را به نام دلسوزی نداره.
قانون چیز را به عنوان مصلحت ندارد. فقط سوال دیگه هم ساده و صاف به مردم افغانستان بگوین که چرا آقای رئیس جمهور نشست ارگ در این مقطع حساس انتخاباتی شکل میته؟ آیا به قول شما به خاطر مدارا نقش خودش در آینده؟ رئیس جمهور خودش هم از یک جریان سیاسی نمایندگی میکنه و در عین حال میخواهد که بزرگی یک بخشی از افغانستان و تصامیم ملی در دستشان باشه. و من فکر میکنم در واپسین هفته های کاریشان فقط هدفشان همی است که چیگونه امو موقف و امو نقش بازی کنند در عین حالی که چیگونه مهره های خوده به اساس یک تفاهم جار به جا کنند. سپاسگزار. آقای سجادی، به حرفایی که خانم بارکزای گفتن، مدارا مانی رفتن به دور دوم نقش خودش و ابقای خودش در سالیان پس از رفتن از کرسی و هم یک صدمه بزرگ به بدنه دموکراسی افغانستان است. اضافه بر این کار شما از نشست ارگ چه چیزی را در فکر دارید؟ خدمت شما و دوستا و بینندگان شما، اجازه بدید من کوتاه یک نکته را در تکمیل صحبت‌های جناب شما و خانم بارکزای عرض برسانم. افغانستان کشور یک سالیان متمادی دوره‌های حکومت‌های استبدادی و غیر دموکراتیک را پشت سر کرده و کشوری که یکی از دلخوشی‌های مردمش بعد از پروسه بون در دهه 80 تا امروز پشت سر کردن در واقع یک تجربه اما دشوار برای پیمودن راه دموکراسی سازی است. انتخابات و حضور پرشور مردم در انتخابات یک نقطه درخشان برای کشوری بود که نه همسایگانش و نه جامعه جهانی و حتی همکاران بین المللیش به پختگی و آمادگی لازم اونها جهت رقم زدن یک نظام مردم سالار با رأی مردم را انتظار نداشت. جنجالای بعدی، هیاهوهایی که در ارتباط با تقلبات و امثال اینا صورت گرفت و حرکت های دیگری که شما از او سخن گفتید و یک بخش رو برمیگرده به نشست رئیس جمهور و کاندیدای پیشتاز و رؤسای کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی، من فکر میکنم در صورتی که مغایر باشه به اونم خواست مردم و کمرنگ بسازه اما پروسه مردم سالاری و دموکراسی سازی را، یک گناه نوبخشودنی در تاریخ افغانستان خواهد بود. من فکر میکنم جفای بزرگی خواهد بود که ما چشم پوشی کنیم از امو شهامت و اونمو همت مردم افغانستان که با خریدن تمام تهدیدات با پای صندوقا حاضر شدن تا برای همه نشان بده که اونا آماده هستن که یک نظام دموکراسی و مردم سالار رقم بزنه. بنابراین نباید اجازه داد چی در تحلیل ها، چی در نشست ها و چی در معامله گری ها که اینمی اصلی که مردم خواستار اوست و گذاشته شده کمرنگ شده و ایره ما یک جفای بزرگ در حق ملت افغانستان میدانم. آقای سجادی، با توجه به این نکته میایم سر گپ شما. آنچه که شما از او به عنوان یک نشست یاد کردید در ارگ ریاست جمهوری طبیعی است که در ابتدای امر به نظر میرسه که هنوز سیاستمداران ما آمادگی لازم برای سپردن سرنوشت سیاسی آینده کشور را به مردم نداره. هنوز نگاه فردگرایانه و نگاه در واقع شخصی به سیاست همچنان فضای غالب بر ذهنیت سیاست مداران ماست. این نشست ها نشاندنده ایست که در برابر رأی مردم همچنان اشخاص و افراد موقف و جایگاه خود را باید پررنگ و برجسته بسازه. بنابراین مطرح شدن بعد از این نشست در رسانه ها، در تحلیل ها، سخن از مصلحت سنجی ها و مصلحت جویی ها و جرامت ها مطرح میشه. برای یک مردم و برای یک جامعه که با خریدن دهان و خطر به پای صندوق ها حاضر شدن تا از مصلحت گرایی های معامله گرایانه عبور کنند و برای یک بار هم که شده یک نظام مبتنی بر حاکمیت قانون رقم بزنه، مردم به شدت تشنه این مسئله هستند که بفهمن اگر قرار بود یک دولت با این گزینه‌هایی که گفتیم معامله و کرسی و ائتلاف‌ها شکل بگیرد، پس معنی این انتخابات چی بود که مردم به قیمت جان رفتن رأی دادند ولی حالا باز هم گفته میشه که همین انتخابات هم اینجا متوقف شود؟ ببینید دوستا به نوع اشاره کردن که آنچه را که قرار بود در این بحث شما مطرح بکنید یک بخش او را شما در امو پیش مقدمه ایتان یادآوری کردید. ده‌ها دلیل عقلی، سیاسی و منطقی میتوان ارائه کرد مبنی بر این که هر نوع اقدامی که عبور از رأی مردم باشه غیر منطقی و غیر اصولی است و هر نوع مصلحت سنجی که
به پای او مصلحت حاکمیت قانون و حاکمیت مردم قربانی شود غیر اصولی و غیر قانونی است. سوال دیگر، چرا نامزدان پیشتاز به قول خانم براگزای که در خود به شدت غرق هستند و تصور میکنند که مردم عاشقانه به سیمای زیبای آنها رأی دادند، آنها چرا دعوت ارگ پذیرفتند؟ خب ببینید، متاسفانه یکی حالا اونا چرا پذیرفتن طبعا باید اونا جواب بده. ما با شما اینجا نشستیم تحلیل میکنیم که چی چیز اتفاق افتاده که یک چنین جلسه ای صورت گرفته. آنچه که تحلیل میشه از بیرون ایست که هنوزم انتخابات راوند دوم در پیش است، هنوزم بر مبنای قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون ما انتظار داریم که انتخابات برگزار شود، در راوند دوم بره. کمیسیون ها چندین بار اعلام آمادگی کردند که انتخابات در راوند دوم بره. به لحاظ منطقی هم وقتی شما یک کاری را که 1.5 میلیون مثال عرض میکنم، 1.5 میلیون اگر از این نداشته باشه، 1 میلیون اگه پذیرفته باشید، منطقی نخواهد بود که به خاطر 0.5 میلیون دیگر این 1 میلیون را به هدر بدید، گویا به آب بیاندازید. بنابراین پذیرفته شده که انتخابات در راوند دوم باید بره، ولی متاسفانه هنوزم فضای ذهنی سیاستمداران ما است که حاکمیت موجود و ارگنشینان تأثیر جدی در پروسه انتخابات دور دوم میتونه داشته باشه. بنابراین هر دو کاندید پیشتاز نمیخواد که ای در واقع فرصت رو از دست بده، حداقل تلاش میکنن که موضعی بی‌طرفانه. چی فرصت را؟ فرصت ای که به هر حال در بهترین حالت نگاه حمایتی رئیس جمهور کرزی و اطرافیان او را به دست بیارن، حمایت مردم و در کمترین حالت و در بدترین حالت قانع خواهند شد به اینکه نسبت به خودشان موضع بی‌طرفانه رئیس جمهور و حکومت موجود را به دست بیاره. حالا رأی مردم چی میشه؟ یقینا هر دو طرف هم باور داره بر اینکه تعداد قابل توجهی از آرای مردم را با خود داره، اما نگرانی های جدی هر دو طرف داره مبنی بر اینکه اگر حکومت و دارندگان قدرت قوه مجریه ما نخواهند این انتخابات به خوبی برگزار شوه و یا ای که مهندسی بکنه به قول شما نتایج بعدی را، میتونه احتمالی وجود داره که نتیجه را تغییر بده. بنابراین هر دو طرف با توجه به اینمی نگرانی تلاش میکنه که یا حمایت ارگنشینان و حاکمان موجود را همراه خود بسازه، یا در کمترین حالت و در بدترین حالت ای که اونا را در یک موضعی در واقع بی‌طرفانه تشویق بکنن که موضع مخالفت را در پیش نگیره. مخالفت اونا طبعا میتونه تأثیرات را در سرنوشت آرای مردم و سرنوشت میزان رأی کاندیداهای پیشتاز ایجاد. آقای هاشمی، قبل از اینکه سوال مرتبط به نظریه های مردم بپرسم، اول به حرفایی که آقای سجادی اشاره کردن کوتاه لطف کنین بفرمایین. همین نامزدان پیشتاز تا چند روز پیشتر از منتقدان زبان آتشین دولت بودند، حالا چرا میخواین حداقل اون حمایت دولت یا ارکنشینان را داشته باشه؟ یا هم به قول آقای سجادی میخواین آنها را به یک موضوع بی‌طرفانه که بعید به نظر میشه بی‌طرف مانن با این نشست هایشان، چرا میخواین با خود داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به شما، به دوستان محترم و بینندگان ارجمند تلویزیون طلوع نیوز. عرض بکنم که اگر راجع به صحبتی که یا نشستی که جناب رئیس جمهور با کاندیدهای پیشتاز و یک تعداد کسان دیگه اینا در ارگ ریاست جمهوری برپا ساختن، خود ترکیب از این مجلس نشان دهنده است که یک سلسله مسائل در ارگ ریاست جمهوری جریان داره که اونطور که جناب سجادی صاحب گفتن که این مسائل به یک شکل از اشکال رأی مردم نادیده بگیرن و سازشکاری های صورت بگیرن، معاملات صورت بگیره که این خلاف پرنسیپ اصلی دموکراسی است. ما چند بار دیگه البته در صحبت های رو یادآور شدیم که اصلاً انتخابات افغانستان یک انتخابات قانونی نبود که بر مبنای قانون اساسی این انتخابات صورت گرفته باشد. دلیلش هم میگم شاید بسیار کسا با ما موافق نباشند، اما قانون اساسی بسیار صراحت داره که حاکمیت ملی متعلق است به ملت افغانستان و ملت افغانستان به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم این حاکمیت را اعمال میکنه. حالا از تفسیر از این موضوع بگذارین، ببینیم که این انتخابات تا کجا از اول بر مبنای حاکمیت ملی صورت گرفته. ما حاکمیت ملی را آورده
به اصطلاح به یک حاکمیت متنفذین قومی تبدیل کردیم. از این لحاظ است که ما به فهوای ازی که خشت اول گر نهت معمار کش تا سریا می رود دیوار کش. حالا ما اساس انتخابات بر مبنای ارتباطات قومی گذاشتیم، نه بر اساس آنچه انتخابات به حیث یک مؤلفه دموکراسی او را به اصطلاح دستور میده. یعنی دیوار انتخابات از روز اول تا اینجا کج بنا شده. وقتی شما یک کار بر مبنای یک عملی که خلاف قانون است آغاز میکنین، طبعا که همه نتایجش بر همون مبنا پیش میره. لذا پیش ما این مشکلاتی که امروز ظهور میکنه و این صحبت هایی که به خاطر آشتی دادن یا فرض میکنیم یک همسویی و اینای دو کاندید پیشتاز صورت میگیره، این همه در جهت از ایست که او اشتباهی را که ما اول کردیم و تخلف از قانون اساسی کردیم او را جبران بکنیم و او هم به خاطر از کدام اشتباه هاشمی همین که خلاف قانون اساسی رفتار کردیم. ما حاکمیت ملی را به حاکمیت متنفذین قومی تبدیل کرد. کی کار کرد حاکمیت ملی را به حاکمیت قومی تبدیل کرد؟ در اول دولت هم سهیم بوده و خود کاندیدها، وقتی که کاندیدها تیم‌های را تشکیل دادن، در این تیم‌ها شما بسیار به صراحت می‌بینید که شما به مفهوم رأی و رأی یا رأی مردم افغانستان توجه نکردید، بلکه کسانی را با هم در یک تیم یک جا ساختین که اونا همو به اصطلاح بانک رای پیششان است. ولی حاضر اینجا اعتراف نشان داده میشه که انتخابات به خاطر امی تیم های انتخاباتی و بر مبنای تعلقات قومی است، نه به اون شکلی که ما میگم که انتخابات به حیث یک مؤلفه بزرگ دموکراسی پنداشته میشه بل. و این بر مبنای رای مردم است که شما این مؤلفه را بسیار احترام میگذاره. اجازه بدین یک پرسش دیگه هم داشته باشم. مردم افغانستان به شدت منتظر هستند که بفهمن همین نامزدان، همین مسئولین بلندپایی کمیسیون ها و همین دولت مداران زمانی که مردم با همت رفتن رأی دادن با الفاظ دهن پرکن میگفتن که مردم با حضور پرشور و غرورآفرین خودشان حماسی سیاسی خلق کردند. میخوان مردم بفهمن این الفاظ آیا تنها در چارچوب یک لفاظی بود با فریب دادن مردم بود یا نه واقعا آنها به رأی تک تک مردم افغانستان احترام قائل هستند؟ ببینید من باز به یک عبارت دیگه برای شما تکرارا عرض می کنم که اگر ما به رأی مردم و رأیی که هر شخص به طیب خاطر مطابق آنچه قانون گفته که هر طبیع افغانستان یک رأی حق داره و او رأی خود مطابق آنچه ارادهش حکم میکنه، مطابق آنچه وجدانش برش دستور میده عمل میکنه، اینجاست که ما به دموکراسی ارزش قائل شدیم و به رأی مردم ارزش قائل شدیم. در حالی که ما میبینیم که از اول بر مبنای قومی، بر مبنای تعلقات قومی ما رأی مردم میخواییم که جمع کنیم ولو که رضایتشان ده او نباشه. لذا جای از این هست که ما بگوییم که مردم افغانستان با تمام چیزی که وکیل سبام گفتن آقای سجادیان، مردم افغانستان یک قهرمانی به وجود آوردن. برازی که با تمام خطراتی که وجود داشت، با تمام کمبودها و کاسیهایی که ما داریم، به صورت بسیار گروهی رفتن پای صندوق رای، رای دادن. و رای از اینا در صورتی که درست و به منفعت خودشان برای منافع و مسائل ملی استفاده نمیشه، پس این یک نوع خیانت به رأی مردم است که ما عملی میکنیم. و از اول لحاظ چون اساس نادرست گذاشته شده، امروز میبینیم که در هر قدم ما امو وجه قومی انتخابات تبارز میکنه که او را میبینیم. و ما فکر میکنم که این تقلایی که در ارگم صورت میگیره به خاطر از ایست که اگر بتانیم که ما یک معامله بکنیم که رأی مردم ما ارزش به اصطلاح به صورت سواری بالا ببریم، اما در واقعیت کاری که ما بر اساس یا بر مبنای تعلقات قومی میکنیم او مثلا جای خود بگیره. سپاس. ولی حالا ببخشید من ترس از این دارم که هر قدمی را که ما پیش میمانیم به طرف دوره دوم این مشکلات قومی را بیشتر بسازد. ما میخواییم که در اینمی به اصطلاح معرکه اقوام در مقابل هم قرار بدیم و این مشکل ساز است.
تشکر. آقای بارکزایی، پیش از این که به اون سوال اصلی بپردازم، با این دیدگاه که انتخابات پایه‌های بنیادین اساسیش بر حسب یک دایره متنفذان قومی بنا شد، نه اون آحاد ملت، حاکمیت ملی رو نمیتونیم بنای انتخابات بگیم، با این فرضیه شما موافق هستید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های خود خدمت شما، تمام مهمانان گرامی و بینندگان شما تقدیم میکنم. و ما باید بگویم که میخواستم مراتب تسلیت خود را برای بازماندگان و خانواده‌هایی که در اثر سیلاب ها و به خصوص در اثر حادثه اخیر در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان جانای شیرین خود از دست دادن ابراز کنم و برای قربانیان از این حادثه بهشت برین استدعا نمایم و برای بازماندگان چون هم صبر جمیل بخوایم. مسئله سر از ایست که پیش از اینکه به سوال مستقیما به سوال شما بیایم ایست که مسائلی که دوستان اینجا مطرح کردن از دو جنبه ما میخواهیم کورا مورد بررسی قرار بدیم. یکی مسئله حقوقی و قانونی است و روند دموکراتیک است در افغانستان، و از طرف دیگه جنبه عملیه برگزار کردن انتخابات در راند دوم است. ماده 61 قانون اساسی صراحت داره که وقتی که 50 جمعه یک دور اول پوره نمیشه باید انتخابات به دور دوم بره. برعلاوه از او نظر به تجربه که از سال 2009 ما داریم که یکی از کاندیدان در دور دوم انصراف کردن، این بار در قانون انتخابات افغانستان در فقره دوم ماده 20 اشتراک در راوند دوم انتخابات یک مکلفیت است که در حقیقت از نگاه حقوقی انصراف منتفی می سازد. این را میمانیم در بخش حقوقی قضیه. در بخش سیاسی حقوق و قانون در افغانستان ما شاهدش نبودیم که به اون آب و تاب شما شده باشه. ما به اون مسئله میم. از نگاه تقویه شدن دموکراسی در افغانستان ما باید در فضای ایدئال باید تا آخرین لحظه برسیم تا بالاخره سرنوشت انتخابات به یک نتیجه توسط آرای مردم باید معلوم شد. ما میخواستم که بعضی تشویش هایی که ما دارم در مورد عملی بودن راوند دوم که امکان داره بعضی دوستان همراه ما موافقت نکنن اینجا خاطرشون نشان بسازم. اول مسئله عزیز که آمادگی های کمیسیون انتخابات، پروسه انتخاباتی که ما تجربه کردیم حاصل تجربه تقریبا 4 دوره انتخابات قبلی در افغانستان است و آمادگی ها برای این دوره انتخابات 16 حمل 13 ماه قبل از برگزاری انتخابات که هنوز ماده کمیسیون انتخابات بگیدیم و کمیسیون قبلی تقسیم اوقات انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کردن و تمام آمادگی ها 13 ماه قبل شروع شد. از طرف دیگه ما تا به حال در همی 13 سال دور دوم انتخابات تجربه نکردیم. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را که امکان داره که فشارهای زیاد عملیاتی را و عملی را در کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشه. آخه با این حرفایتون چی میخواین بگویید؟ من میرسم. من اگه اجازه بدین که من کوتاه میگم. از طرف دیگه راوند دوم انتخابات مستلزم مصارف انگفتی خواهد بود که باید پرداخته شد. از طرف سوم ما انتخابات شورای ولایتی را نخواهد داشتیم و تجربه جهانی و تجربه افغانستانی است که هر چقدر که ما زیادتر انتخابات خصوصا در مقطعهای کم برگزار میکنیم اشتراک مردم پایین میشه. ما به جای انتخابات شورای ولایتی وجود نداره، ما 8 کاندید نداریم، فقط 2 کاندید می داشته باشیم و زمان مبارزات انتخاباتی هم اینجا بسیار زیق می باشه. به این خاطر اشتراک مردم پایین میره. وقتی که اشتراک مردم پایین رفت خود به خود یه به معنای عظیم می باشه که اگر تقلب صورت می گیره او تاثیرگذار می باشه بالای نتایج انتخابات. مسئله امنیت مسئله دیگه است که نیروهای امنیتی با آرایش ما مکمل تمام یادداشتایی که اینجا شما دارین با پوزش حتما ما دیده میش اینجا مصارف، مسئله اشتراک، امنیت، تمام این مسائل از این تریبونای بلند دو تا کمیسیون آمدن، اولش کمیسیون مستقل گفتن ما آماده هستیم دور دور برگزار میکنیم. بله حالا میایم سر موضوع دیگه که بسیار امکان داره با وقوع به پیوندی است که در جریان دو ماه مبارزات انتخاباتی کاندیدا امکان از زیر داشتن که هم شخصیت خود هم پروگرام های خود هم تیم خود به مردم افغانستان معرفی کنند. این حال چیزی که مثل کوستازم اشاره کردن قومی شدن پروسه انتخابات است. بله
که خطر از این میره که دو قوم یک طرف شوند و دو قوم دیگه طرف شوند و به این میتونه که یک تشنج جدی را به پروسه سیاسی و دموکراتیک و خصوصا ملت سازی در افغانستان با وجود بیاره. پیامدهای اقتصادی، پیامدهای امنیتی، حالا مثلا اگر شما ببینین که چرا دمی دوره که مسائل انتخابات در افغانستان است، فضای امنیتی یک نوع بی سر و صدا است. این خودش نشان میده که دشمنان افغانستان منتظر از این هستند که اقوام افغانستان به جان هم بیفتند. دیگه به این خاطر من فکر میکنم که اگر در این شرایط با در نظر داشت تمام این مسائل شما اگر از نهاد حرف میزنین که نامش است دیدبان دموکراسی در افغانستان، کاملا یک سوال بسیار ساده، این گونه حرکات که در ارک صورت گرفت به قول خانم بارگزای آیا یک ضربه سنگین و آهنین به بدنه دموکراسی نیست که مردم رأی دادند و میخواین رأیشان برایندش یک فردای نوین باشد؟ بله. چرا برخی های محدود میخواین در گرو خود داشته باشند میلیون ها آرا را؟ من فکر میکنم که مردم افغانستان در 16 حمل سال جاری حماسه آفریدند و برای فعلا ما کاندیدای داریم که به اندازه های مختلف آرا را به دست آوردن و جنبه حقوقیشون من صحبت کردم در مورد ازو و چیزی که بسیار مهم است ایست که اگر با تمام مشکلاتی که ما سر راه برگزاری دور دوم انتخابات داریم اگر کاندیدا با هم به یک توافق برسن یک گپ بد نخواد بود برای افغانستان. بسیار خوب، اگر کاندیدان با این همه مشکلات امنیتی و مصارف و سایر موارد اگر به یک توافق برسن گپ بد نیست. پس از یک میان برنامه کوتاه حتما مهمان دیگر به این پرسش پاسخ خواهند گفت. به ادامه برنامه خوش آمدید. خانم بارگزای، چند برنامه پیشتر شما همین حرف گفته بودین که قانون به صراحت اعلام کرده که انتخابات باید به دور دوباره. آقای بارگزای هم مهر تایید به این اصل زدند. اما در نهایت حرف گفتند که اگر دو تا نامزد پیشتاز به یک توافق میرسن گپ بد نیست. دیگه برن یک کار بکنن که مردم بالاخره از بلا تکلیفی خلاص بشن. خب. پاسخ شما. خدا کنه که مردم افغانستان به این فکر نباشن. به این معنا که اگر ما فکر کنیم که افغانستان دولتش توانمندی رعایت قانون اساسی و قانون انتخابات نداره، پس سوال اساسی مشروعیت نظام آینده افغانستان خواهد بود. به این معنا که ما یک نظام می داشته باشیم که در نفسش از مشروعیت لازمه حقوقی و قانونی برخوردار نمی باشه. من می خواهم یک تبصری کوچک داشته باشم و چند بحث. دوستا بحث مسائل امنیتی رو به عنوان یکی از مشکلات انتخابات به دور دوم مطرح ساختن. ما میخواییم بهشان بگیم که مشکلات امنیتی در دور اول به مراتب بیشتر بود نسبت به حال. ما مشکلات امنیتی رو 2004 داشتیم، 2009 فوق العاده زیاد داشتیم، 2010 انتخابات پارلمانی بیشتر از او داشتیم، 2014 در یک وضعیت نسبتاً بهتر بود. تعداد مراکز رای دهی به مراتب بیشتر از سال 2010، 2009، 2005 و 2004 بود. این یک واقعیت است که ما نباید ازش انکار کنیم. بحث مسائل مالی شما میفهمید که انتخابات باعث یک پکیج مطرح شد و جامعه جهانی تمویل کرد که در این بحث دور دوی انتخابات هم شامل امی هزینه مالی است که بارها ای اطمینان بر ما داده شده. یک چیزی را که دوستا بسیار رویش تاکید میکنن بحث قومی بودن انتخابات است. ما میخواییم دوستا را به سال 2004 بکشانم. برای اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. اولین انتخاباتی که مطلق بر مبنای آرای قومی استوار شد. یعنی اونهایی که با عنوان سران اقوام و رهبرا و تنظیم ها بودن شتافتن به میدان انتخابات، و هر کدام نه به شکل یک پکیج، به شکل انفرادی برآمدن، دو معاون امرای خود گرفتن و خواستن رای بگیرن. یعنی که ترکیب قومی بیشتر مطرح نبود، کی در رأس است، مربوط کدام قوم است، او بسیار مطرح بود. افغانستان تقسیم نشد، انتخابات به عنوان یک پروسه دموکراسی و سلامت برون آمد. انتخابات دور سال 2009 هم من پوزش میخوام به خاطر مداخله.
اگر 2004 سنگ بنایش زیاد هم قومی بود یا نبود یک طرف سکن. ما مردم گفته نمیتونیم دکته کردن نمیتونیم کاش مردم افغانستان بالاتر از یک چیز به نام قوم زبان مذهب تصمیم بگیره من خلاف این مسئله را میگم بله. کسانی که پیروز شدن بله. مطلق به قوم بودن مردم باور دارن که بیشتر به همون قوم سهم گرفتن و دادن نسبت به سایر اقوام خب برایند کار مردم انتظار خب. دارن من فکر میکنم که بگذارین مردم خودش قضاوت کنه بدل ازی که اگر قرار به این باشه که بگویم که رئیس جمهور کرزی از قوم پشتون آمده از قندهار چند قندهاری دیگر شما در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان میبینید پایین تر اگر بیایم چی؟ اگر میاییم به بحث یک چیز فراموش نکنین بحث پکیج دوم که مده بمی میخواستم بیاییم بحث شرکت سهامی بود به این معنا که سهم داده میشد یعنی که هیچ وزیره متاسفانه اکثرشان بر مبنای اهلیت و شایستگی و کارکردشان به حیث وزیر، رئیس، والی، قماندان کس تعیین نمیشد کی رو میشناسه؟ کی در تنظیم کی است کی با کی رابطه داره یعنی که حتی شما اگه امروز بخواین یک پیاده رام از یک دفتر پس کنین از دفتر معاون سایبای رئیس جمهور یا زرگ ریاست جمهوری تلفن میه این یک واقعیت است که ما این کار کرده نمیتونیم خب ما با این واقعیت حداقل دی 13 سال زندگی کردیم و حال بس چی است که دوستا به عنوان یک دغدغه یا یک نگرانی میخوان مطرح کنن و در حقیقت پیش زمینه های نرفتن انتخابات به دور دو نداشتن مشروعیت لازم نظام سیاسی آینده افغانستان برابر کنند. او بس میگن که ما یک خطر احساس میکنیم که اگر انتخابات بسیار قومی شود دو قوم یک طرف دو قوم دیگر طرف 2004 قومی نبود در حال که فوق العاده بود 2009 قومی نبود در حال که فوق العاده بود در 2014 چشمشان واز شد میبینند که چرا هنوز هم سیاسیون افغانستان در لفافه های قومی هستند اما در عین حال برای 1% مردم میخواهی که به اونامو هویت قومی خود رای بده من کی باشم که مانع رای دادنش باشم اما ای کاش مردم افغانستان به برنامه و اهلیت رای بتن تا که افغانستان از این منجلاب برد یک سوال کلان در ذهن مردم افغان چرا قوت گرفتم این نرفتن به دور دوم دلیل چی است آیا باز هم همین تضاد قوم ها یا نه فکر میکنید مسئله دیگریه دلیل تداوم قدرت کل برای چه کسی که اجازه بتین امروز دو حالت متصور است ما بسو میخوایم بی پرده صحبت کنم دو حالت متصور است هرگاه یکی از تیم های پیشتاز با ترکیب جمعیت حزب اسلامی وحدت برنده انتخابات میشه شما تفاوت زیادی را در ریاست جمهوری نمیتونین متصور شوین چون امروز هم تصمیم گیرنده های رده اول نظام سیاسی افغانستان متشکل از امی گروه های سیاسی نام برده هست که هیچ کس از این واقعیت انکار کرده نمیتونه وزرای کابینه، والیا، قماندانا و سایر افرادی که در نهایتش در پیرامون از اینها به عنوان یک تیم کار کرده یعنی ارگ ریاست جمهوری در نهایتش نه تنها رئیس جمهور کرزی بلکه همه کوشش میکنن برای بقای قدرت سیاسی خود و حفظ جایگاه خود مانع از این باشن که یک خون تازه و جدید به شریان های دولت افغانستان جاری شود مردم چی میشن مشکلشان؟ بحثی است که کی به فکر مردم است عکس‌های یادگاری را ندیدین که رفتن در روی هدیره مردم استاد شدن عکس گرفتن کی به فکر مردم شد که چند متر خاک سرش افتاده بود کسی بیل و کلنگ نوار داشت که جسدش یا مرده یا زنده بیرون بکشه ما در یک سرزمینی در یک جغرافیای نشستیم که متاسفانه دو چیز بر ما ارزش نداره یکی حیات انسان و دیگر وقت ولی آقای بارگزی بسیار خوب گفتن که کار خوب میشه اگر یا به ائتلاف برسه خب نظریات مختلف است آقای بارگزی میتونه این نظر خود داشته باشه اما ما به هیچ عنوان نه به عنوان نماینده مردم نه به عنوان یک شهروند طرفدار نظام استم که از مشروعیت کامل برخوردار نباشه از برخلاف قانون اساسی شکل گرفته باشه و برخلاف قوانین انتخابات بر مردم افغانستان تحمیل شوه فراموش نکنین او نظام انتخابی نمی باشه او نظام تحمیلی می باشه تشکر آقای سجادی بیاین از یک منظر جامعه شناختیش به این مسئله بپردازیم که ما روحیه های بسیار بزرگ این روزها در ملت افغانستان میبینیم
هر مشکل ایجاد میشه مردم استاد میشن و صدای خودشان بلند میکنن. اگر این مسئله قوتش بیشتر شوه و احتمالش زیاد بره که انتخابات به دور دور نره و همینجا نقطه پایانی برش گذاشته شوه، فکر میکنید این بار پاسخ ملت افغانستان در برابر کسانی که صاحب قدرت هستن چه خواهد بود؟ آیا این بار فرد فرد رای خودشان را مطالبه خواهند کرد؟ ببینید، من قبلا هم خدمت شما گفتم که عبور از یک جامعه سنتی و حکومت غیر دموکراتیک به سوی نوسازی یک حرکت پرهزینه و یک حرکتی است که به هر حال با چالش ها و موانع جدی هم روبرو است. در این که رفتن انتخابات به دور دوم برخی از مشکلات را داره در این شک نیست. مگر اصل انتخابات مشکلات نداشت برای ما؟ اصل انتخابات هم مشکلات اقتصادی داشت، هم مشکلات امنیتی داشت و هم مشکلات سیاسی داشت. با تمام بیباوری هایی که وجود داشت و اما موقع هم ذهنیت سازی های منفی صورت می گرفت که انتخابات برگزار نمی شود، امکان ندارد. اما شما دیدید که انتخابات برگزار شد چون مردم می خواست. انتخابات برگزار شد چون اونایی که میخواستند پروسه انتخابات رو تخریب بکنند در برابر اراده جمعی ملت افغانستان قرار گرفتند. و حالا اگر اراده جمعی ملت افغانستان مبنا باشه، من فکر میکنم که این توجیهاتی که ما مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات امنیتی داریم و مشکلات سیاسی داریم احیانا، اینا نمیتونه مانع باشه بر سر راه برگزاری انتخابات. اما چیزی که میتونه مانع ایجاد کنه برای رفتن انتخابات به دور دوم، رقابت نخبگان سیاسی بر سر قدرت با فرمول ریش سفید سالاری و کلان سالاری است، نه با فرمول دموکراسی و نوسازی. فرمول کلان سالاری و ریش سفید سالاری به این معنی است که یک تعداد همیشه خود را در واقع مدعی سرنوشت مردم، مدعی تعامل اقوام در افغانستان میدانه و اونا هستند که میخواهد در نهایت جرامت کنه و جرامت اونا در نهایت رای عبور از بارانهای سیاسی در کشور میتونه باشه. اما توجه بکنید که نادیده گرفتن انتخابات در راوند دوم و رو آوردن به این مسائلی که مطرح میشه با چالش های بسیار و هزینه های بسیار سنگین تر از برگزاری انتخابات در دور دوم همراه خواهد بود. انتخابات در دور دوم هزینه دارد، اما نادیده گرفتن انتخابات در دور دوم به مراتب پرهزینه تر است. چرا؟ برای اینکه اصل اولی که برای مردم افغانستان هم انرژی و انگیزه ایجاد کرد برای رفتن به پای صندوق های رای و هم ملت افغانستان تمام تاوان های امنیتی را به جان و دل خرید، حاکمیت قانون در افغانستان و در واقع تثبیت کردن یک نظام مردم سالار در این سرزمین است. و نرفتن انتخابات بر راوند دوم چند تا مشکل بسیار اساسی را برای مردم افغانستان و برای آینده ای افغانستان ایجاد خواهد کرد. یک، هر نوع زمینه دموکراسی سازی در افغانستان را دفن خواهد کرد. دیگر امکان نداره که شما بتونید در آینده مردم را به پای صندوق های رای بخواهی، برای اینکه مردم در نهایت خواهد گفت که این یک نمایش خواهد بود که زمینه را برای بازی چند نفر فراهم خواهد ساخت و در نهایت رای مردم نیست که تعیین کننده است، بلکه معاملات پشت پرده است و مصلحت ها. یک مسئله. مسئله دومی که باز میتونه یک چالش بسیار جدی ایجاد بکنه نرفتن انتخابات در راوند دوم ایه که اگر انتخابات بر راوند دوم نمیرود، تمام سیاستمداران افغانستان، جریانات سیاسی، رئیس جمهور افغانستان و نهادهای مدنی که تا امروز شعار انتخابات و رأی مردم را سر دادن بی اعتبار خواهد شد. دیگر کسی اعتبار نخواهد کرد به این صحبت ها. شما بحث چیزی را که مطرح کردن دوستا، توافق و جرامد دو کاندید، ای که خوبه یا بده او قضاوت شخصی است، اما آنچه که هست ما به نظر باور شخصی ما ایست که آنچه که خوب است برای افغانستان احترام گذاشتن به قانون اساسی افغانستان است. برای یک بارم که شده کاندیداها اگر میخواید رقم زننده یک عصر جدید در افغانستان باشه، اگر قانون حاکمیت پیدا کنه، حتی اگر اونا ببازه اونا برنده هستن. ما برد و باخت رو نباید شخصی معنا بکنیم، ما برد و باخت رو باید جمعی معنا بکنیم. برد هر یک از کاندیداها در برد ملت افغانستان است و برد ملت افغانستان در بیرون آمدن از اونمو مصلحت سنجی های در واقع فرمول حاکمیت سیاسی سنتی در افغانستان. یک نکته اجازه بدید اشاره بکنم خدمت شما کوتاه، اما بحثی که شما اشاره کردید، ببینید تعارضات قومی در افغانستان چرا به وجود می آید؟ چرا تقابل اقوام به وجود می آید؟
به لحاظ جامعه شناسی سیاسی افغانستان تنها کشوری نیست که در او اقوام مختلف زندگی میکنه، خیلی از جوامع دیگر است که در او تنوع قومی وجود داره، تعدد زبانی وجود داره، تعدد مذهبی وجود داره، و اما هیچگاه این تعددها و تنوع به تعارض نمی انجامه. در افغانستان هم سالیان متمادی مردم در کنار هم زندگی کردند، هزاره، پشتون، ازبک، ایماق، پشه‌ای، تاجیک و اقوام مختلف، فارسی، پشتو، همه. کی این تفاوت‌های قومی و زبانی منجر به تعارض میشه؟ منجر به تعارض میشه آنگاهی که سیاستمداران از قومیت به عنوان یک ابزار سیاست استفاده میکنه. مردم افغانستان وقتی که اجازه نده که ابزار شود در بحث قومیت در دست سیاستمداران، من مطمئن هستم که این بحث ها به کشمکش های قومی نخواهد انجام. یک نکته جالب اشاره کردین، لطفاً کم شرح بیشتر بتین، بعد باقیاش میخوایم پرداخت. مردم درک کردن خیلی ها در این 12 سال آمدن دم از دموکراسی زدن و حتی دموکراسی را سرمایه بزرگ خودشان دانستن که این شاید بزرگترین افتخارشان بوده باشه. مردم درک کردن که این حرف ها در کل در یک لفافی بود که خواستن مردم استفاده کنن. حتی مسئله قومیت که شما اشاره کردین، به این اشاره نکردین که مردم چه خواهند کرد. حالا که درکم کردن، شما هم شهروند هستین، ما هم شهروند هستیم، خانم بایگزر هم مسئله شرک، اما ما درک کردیم که دیگر این سیاستگران آنچی میگن صرف به خاطر پای خودشان در قدرت است. مردم فهمیدن چه کار باید بکنند. ببینید، من یک نکته رو میخوایم خدمت شما عرض بکنم. ما در یک مسیر متفاوت از گذشته روان هستیم، تغییر و تحول اجتماعی در عرصه‌های سیاست و حکومت داری. حاکمان ما از بالا تغییر وضع موجود را به نفع خود نمیدانند، ادامه وضع موجود را به نفع خود میدانند. هر قدری که حساسیت های قومی برای بازی های سیاست در افغانستان بیشتر باشه، سیاستمدارانی که از این استفاده میکنه ادامه وضع به نفع خود میدانند. تغییر در این وضعیتی که یک جوان پشتون یا مثلا یک جوان هزاره خیلی راحت به کاندید تاجیک رای بده و برعکس، ای برای دموکراسی یک امر زیبا و پسندیده است، اما برای سیاستمدارانی که با فرمول قبیله‌ای سیاست میکنند کاملا نامطلوب. باز نگفتید مردم با این سیاستگران چی باید بکنن. حال من میخوام این عرض کنم که این پروسه بسیار دشواره. انتظار ای که تغییر از بالا به وجود بیاید نباید ما داشته باشیم. ما مردم هم میگیم آقای سجادی، مردم، من فکر میکنم در یک چنین وضعیتی طبعا چیزی که میتونن انجام بدهد ایست که به پای حراست از رأی خودشان و امو خواست خودشان با صراحت و با اراده باید در عرصه ها حضور داشته باشه. اما از یاد نبرید که این سخن ما تا حدودی ممکنه با واقعیت های تلخ این سرزمین فاصله داشته باشه. چرا؟ برای اینکه مردم در برخی از ساعات از آگاهی عمومی و لازم برخوردار نیستن. ممکنه اینمی از سخن ها و تحلیل ها، مصلحت سنجی ها، جرامت ها در نهایت ذهن مردم را هم متحول بسازه. در این در پالوی مردم نقش میدیا، رسانه ها، روشن فکران، نهادهای مدنی نقش بسیار برجسته میتونه باشه که مردم را آگاهی ببخشه که آنچه که شما در 16 حمل رقم زدید اجازه ندادید که به پای مصلحت سنجی های شخصی قربانی شه. آقای هاشمی، دو تا کمیسیون سوال زیاد مرتبط با آنها در از خان مردم افغانستان. اگر قرار باشد یک فرد یا چند نفره تصمیم کار شما را بگیره در حالی که شما دم از بی‌طرفی و استقلالیت و عدالت میزنین، مردم میخوان بفهمند که کمیسیون ها یا به قول خانم برگزه چرا اصلا شما در ارگ حضور داشتید؟ شما باید بی‌طرف میبودید و مردم میگفتید که ما کارمان را خودمان انجام میتیم. کمیسیون ها چه پاسخ برای مردم افغانستان دارن به خاطر رفتن یا نرفتن به دور دوم انتخابات؟ عرض کنم که دموکراسی محصول انتخابات و رأی مردم است، اما با شرطی که ما از آرای مردم درست و مطابق اون فرمول های حقوقی استفاده بکنیم. ببینین، ما در اولم عرض کردم خدمت شما که انتخابات از اول به صورت غیر قانونی بنیادگذاری شده، طراحی شده و از روز تا روز به این سمت پیش میره. وقتی که شما طراحی درست نکنین و خلاف قانون طراحی بکنین، کمیسیون هایی را که شما به وجود میارین، او کمیسیون ها هم تعلقات قومی خود دارد، تعلقات سمتی خود دارد. از این لحاظ است که امروز یکی از انتقادات بسیار بزرگ سر این دو کمیسیون است که مردم به بی‌طرفی دو کمیسیون شکاکیت دارند. ولی ببین، از یک زاویه دیگه که من بیشتر
به عیسی یک شاگرد حقوق میخواییم که همیش اتکا کنم سر موضوعات حقوقی و قانونی. هرگاه ما به این عقیده بودیم از اول که جامعه ما یک جامعه سنتی است، یک جامعه تعاملی است، یک جامعه است که قانون به درجه دوم قرار میده، پس بهتر بود که ما خانم بارکزایی در امی کمیسیون قانون اساسی یا اشتراک نمی کردیم و یک قانون اساسی را اصلا به وجود نمی آوردیم، برای اینکه جامعه ما سنتی است. از اول ما مدرک به این موضوع بودیم که جامعه ما یک جامعه سنتی است، جامعه ما بر رسوم و عنعنات و اینا بسیار ارزش قائل هستند، ولی خواستیم که ما از لحاظ سیاسی در صف کشورهای دموکراتیک خود قرار بدیم، چگونه که یک قانون اساسی داشته باشیم که در او مؤسسات مبتنی بر اراده مردم جای داده شود. و این کار کردیم، اما متاسفانه از اول حتی از کنفرانس بن ما خواستیم که مسائل بر بنیاد تعلقات قومی استوار بسازیم. شما ملتفت بودین که در کنفرانس بن قدرت به صورت افقی تقسیم شد بین اقوام و متناسب به نفوس اقوام وزارتخانه تقسیم شد. پس وزیر صیبا با عجله تمام آمدن در افغانستان، این قدرت به صورت عمودی تقسیم کردن، یعنی یکی از اول از وزارت تا پیاده دفتر از یک قوم بود. حالا مردم ما در او وقت ممکن است که یک سلسله چیزایی که خلاف قانون میشد بر اساس مصلحت ملی قبول میکردن، ولی امروز اتر فکر نکنیم که مردم افغانستان خدای ناخواسته لایعقل هستند و اینا نمیفهمند که چی میگذره در افغانستان. ولهذا در این شرایط اگر ما باز بر اساس مصلحت ها پیش بریم، ما فکر میکنم اشتباهی بزرگی خواهد بود و هیچ وقت فرموده جناب سجادی صاحب که هیچ وقت ما به دروازه دموکراسی، به آستانه دموکراسی نخواهد برسیم. و بدبختی های بزرگی که دامنگیر ما در 10 سال گذشته شد ناشی از این مصلحت جویی ها بود. جناب آقای کرزی بارها گفتن که ما بر اساس مصلحت حکومت میکنیم، ولی ملتفت باید باشیم که مصلحت در حدودی که منافع ملی ایجاب بکنه. اگر منافع ملی را خدشه‌دار میسازه، او مصلحت درست نیست و حتی ممکن است که بسیار کلمات دیگر هم در این مورد استفاده کرده اگر بتانیم. پاسخ بتید. مردم افغانستان خواهان فهمیدن این مسئله هستند که کمیسیون باید به اون پیشوندها و پسوندهای خودش که بی‌طرفی و استقلالیت باشد چگونه میتواند در حرف نه در عمل ثابت کنه؟ یعنی کمیسیون در این شرایط چه باید بر مردم بگوید؟ بسیار کوتاه اگر لطف کنید، موقفش چی باید باشه؟ کمیسیون ها، ما بر اساس پرنسیپ و چیزایی که گفتم نمیتونم بگم کمیسیون ها بی‌طرف است، به خاطر اینکه بر اساس طرف بودن انتخاب شدن. در اگر خواسته باشیم که کمیسیون اینو را کی انتخاب کرده؟ ببینید دولت شریک بوده، کاندیدا شریک بوده و اینا چیزایی است که ما فکر میکنم مردم افغانستان به صواب صراحت میفهمن. و چهره خود کمیسیون ها برتان میگه که مسائل قومی و قبیلوی و اینا در اینجا مطرح بوده. در پالوی ازی حالا که به هر شکلی که آمده توقع مردم افغانستان است که رأیشان به رأیشان احترام گذاشته شود، به ارادهشان احترام گذاشته شود و از کمیسیون های انتخابات و شکایت انتخاباتی سپاسگزار آرزو دارند که با بی‌طرفی و شفافیت کامل که من ناممکن میبینم را عمل بکنند و انتخابات وقتی که به دور دوم میره این شکل قومیشه که ما بسیار رو خطرناک فکر میکنیم، شکل قومی خود باید یک طرف بگذارم. ممنون شما آقای بارکزایی. ما چون وقت نیست با جزئیاتش نمیپردازم، ولی شما بسیار جملات طولانی را شنیدین که این کار خوب نیست. شما چگونه باور دارین که کار خوب میشه اگر این دو تا نامزد در اینجا کار انتخابات پایان ببره؟ خب ما فکر میکنم که در بسیاری دموکراسی هایی که ما مشاهده میکنیم اونجا مردم یک کشور با تیم ها نظر به ایدئولوژی هایشان که توسط احزاب سیاسی تمثیل میشه بر از اونها رای میته، میبینن که یک حزب با یک ایدئولوژی با یک راکرد در مسائل مختلف چطور کارهای خود در یک دوره انجام میته و بعدا او را تعویض میکنن با یک راکرد جدید، با یک ایدئولوژی جدید، با یک حزب جدید و غیره. متاسفانه در افغانستان چنین نیست. اگر مسئله از این ما میگیم که معامله‌گرایی یا مصلحت اندیشی
کار درست نیست. تمام تیکت‌های انتخاباتی رو شما ببینین، اونجا ایدئولوژی مطرح نیست، اینجا مطرح نیست. فکر نمی‌کنین که این مسئله در دراز مدت مرسوم میشه به یک فرهنگ ناخوشایند نامقبول؟ بله. هر بار ما نریم دیگه بگیم بیایم همینجا خلاص بکنیم کار. مسئله دوم که دوستا یادآوری کردن در مورد نظام تحمیلی، وقتی که ما در مورد اتفاق و یک فیصله بین دو کاندید پیشتاز میکنیم، این کاندیدای پیشتاز به اساس آرای مردم افغانستان آمده. اینا کسایی نیستن که بیرون از دایره دموکراتیک، بیرون از دایره انتخابات کاندیدای پیشتاز شده باشند. اینا کسایی هستن که با آرای مردم، با فیصده های مختلف انتخاب شده. ولی مردم هم خواستن که دموکراسی رو تمرین بکنن، زیاد عاشق این نامزدان نبودن، میخواستن به خود سر روش رقم بزنن. در شرایط دموکراسی های شکنند مثل افغانستان، یک چیز باید ما متوجه باشیم که در این چنین شرایط حاکمیت اکثریت در نتیجه انتخابات احتمال زیاد از ایره داره که به دیکتاتوری اکثریت تبدیل شد. یک لفظ ارچه نامیانه است به عرف ژورنالیستی نمیمون، ولی میگمش که جلو نقص هر زمان بگیریم فایده است. بله، مگر ما فکر میکنم که در شرایط شکننده که مثل افغانستان ما داریم و خصوصا انعکاسات بسیار مثبتی که از اشتراک وسیع و گسترده مردم در پروسه اول داشتیم، خطرات بسیار زیاد در پیش روی ماست که مبادا این تمام انعکاسات و تبعات مثبتی که در روند اول انتخابات 16 حمل که همسافرین بود از دست بدیم. رای مردم افغانستان ملکیت شخصی هیچ کاندید نیست. صحیح؟ مثلا یک کاندید میره با یکی از کاندیدا یک جای میشه، 10% رای داره. ای به این معنی نیست که اتومات به سیستم اونمو 10% رای جمع از امو کاندید نشته شا. ما امیدوار هستم دوستا وقتی بحث حقوقی را میکنن، خواسته ها و مکنونات و شخصی خود پشت سر بارن، به دلیل که بحث حقوق، بحث حقوق شهروندی و بحث قانون اساسی بحث های اساسی یک نظام هست که ما در اون نمیتونیم تن به مصلحت بدیم. بس به این معنا که رای مردم افغانستان ملکیت مردم افغانستان است، از هیچ کاندیده نیست. سپاسگزار. حضور شما را گرامی میدارم. ممنون از حضورتان. ملت افغانستان، این را بدانید که شما از بهترین ملت‌های دنیا هستید و بدانید که اتحاد شما قوت شماست. با قوت تمام از رای خود حراست و حفاظت کنید. تا برنامه دیگر انتخابات پاینده بمانید. خدا نگهدار.